أشهد أن محمدا بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. این معجزه قرآن برای آیندگانه. حالا مردم معنیشو نمیفهمه. به ما ایراد میگیرن که شما چرا صبر میکنید تا وقتی علم چیزی رو کشف کنه، باز میگید که اینو قرآن گفته بود. خب ما که بگیم الان قرآن گفته، شما میخندید و مجبوریم به خاطر اینکه فهم شما، درک شما، درک بشر اینجوریه، مجبوریم صبر کنیم تا کشف کنه. عوضی که ما طلبکار باشیم، اونا طلبکارن. میگه آقا شما صبر میکنید، همین که قرآن دین علم یه چیزی رو کشف کرد، میگید ها این قرآن گفته بود، چرا قبلش نمیگید؟ حالا میخوام قبلش بگیم. مثال، من الان یقین دارم، خب چجوری ثابتش کنم که بردهداری باز برمیگرده به طرز وحشتناکی به خاطر احادیث که خوندیم تو کتابای ما. یعنی اینطوریه که زنا رو میبرن، ازش ماشین جوجه کشی درست میکنن. این ما مطمئن هستیم که این کار میشه و مطمئن هستیم که امپراتوری فارس مثلا هرگز احیا نمیشه، چقدر که کوشش کن. امپراتوری منظورم زرتشتی هست، چون پیغمبر ما به ما خبر داده. حالا یه چیزی امروز میخوام به شما بگم که در آینده کشف خواهد شد. حالا بگم و میخندین دیگه، چیکار کنم؟ که این حیوانات اهلی، بز و گوسفند و شتر و گاو، از آسمون نازل شدن. بله، مثل که آهن از آسمان نازل شده. این حیوانات هم به خاطر اینکه بشر بتونه زندگی کنه، از روزی که به وجود اومده بشر، خدا خلقش کرده، این حیوانات هم باش نازل کرده، گاو و گوسفند و شتر و بز. میدونم الان به من میخندید، خب چیکارتون کنم دیگه؟ فردا که کشف بشه بازم میخندید، میگه چرا قبلا نگفته بودی؟ من از کجا اینو میگم؟ ببینید آیه چی میگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره زمر آیه 6. خلقه به نفس واحده ثم جعل منها زوجها و انزل لكم من الانعام ثمانیه ازواج. می فرماید که شما را از نفس واحد خلق کردیم و باز زوجش خلق کردیم، زوجش خلق کردیم و انزل لكم و نازل کرد بر شما من الانعام از چهار پایان ثمانیه ازواج، 8 زوج رو. باز توضیح میده که دوتا بسن میش و بز و اینا، یعنی 8 گوسفند و بز و گاو و شتر نرمات. خب پس این آیه واضح میگه که انزل لکن، نازل کرد بر شما. مفسرین ما اینو معنی میکنن که خلق لکن، دیگه چاره ندارن دیگه. ولیکن آیه واضح میگه انزل لکن، میتونست بگه خلق لکن. خلقه که خلق است، ولی بعد از خلق انزله، نازل کرد. و باز برای اینکه خداوند حواسش به هرچی هست، قرآن حواسش به هرچی هست و درش تضاد نیست. ببینید در آیه بعد باز کلمه انزلنا را آورده، در حال که در مورد لباسه. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. ای بنی آدم، ما نازل کردیم بر شما لباس رو. یعنی لباس ما از آسمون نازل شده؟ بله، به خاطر اینکه حیوانات نازل شدن. خب ما از پشم و کرک و موی حیوانات است که لباس میسازیم دیگه. وقتی حیوان نازل شده باشه، وسایل لباس هم نازل شده. ولی بازم شما ببینید که کلمه، بیارید لطفا، کلمه انزلنا علیکم لباسن را آورده که شرمگاه شما رو میپوشانه و برای شما زینته، برای ریشا، برای شما زینته. خب پس اینجا ما مطمئن هستیم در آینده ثابت خواهد شد که حیوانات نازل شدن. شاید بگه آقا حالا چرا این حرف رو میزنید؟ خب من این حرف زدم که باز در آینده نگید که شما قبلا نگفته بودید. ولی حالا که به اینجا رسیدیم، بذارید نگاه کنید که ببینید قرآن حواسش به هرچی هست. اینجا نگاه کنید، بیارید لطفا. والله جعل لكم من بیوتكم سكرا و جعل لكم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم زعنکم و یوم اقامتکم و من اصفافها و اوبارها و اشعارها اثاثا و متاعا الهین
میگه خداوند خانه ها رو برای شما ساخت و از اینجا نگاه کنید آیه رو یه دفعه دیگه هم گفته بودم که بیارید آیه رو کلمه به کلمه ترجمه کنم. خدا برای شما خانه رو به وسیله آرامش قرار داد و از پوست حیوانات برای شما خانه ساخت که میتونید به اصطلاح سبکه و میتونید ازش استفاده کنید وقتی که حرکت میکنید وقتی که میشینید و از حیوانات از پشم و مو و کرک حیوانات برای شما هم اساس ساخت هم متاع ساخت هم لباس ساخت کیف و کفش همه از اینا ساخته میشه دیگه. کیف هم ساخته میشه بعضی از وسایل از پوست حیوانات ساخته میشه. ولی اینجا شاید شما بخندید ها 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 که آقا خدا چرا میگه خونه خیمه الان کسی از خیمه خونه میسازه؟ خداوند اینجا نگفته الا یوم القیامه، نگاه کنید و متاع الهی تا وقت معین، یعنی یه وقتی که تموم میشه، نگفته الا یوم القیامه. و جالبه که لباس هم نگفته الا یوم القیامه، چون که لباس هم به زودی الان هم شروع شده، لباس های پلاستیکی هست، لباس های الکترونیکی هست، لباس های سیمی هست، لباس های نمیدونم از مفتول مصنوعی ساخته میشه، اصلا دیگه انسان احتیاجی نداره به عرض به حضور شما به لباس از پشم و نخ و اینا. ولی خدا در اینجا حواسش به هرچی هست و دروغگو کم حافظ است. اگر که انسان دروغگو باشه، قرآن ساخته یک بشر باشه، حتما توش اشتباه هست دیگه. ولی ببینی همه به هم ربط داره، یعنی دقیق هرچی رو گفته. باز ببینید، حالا در مورد حیوانات هست بذارم اینام بگم: والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه و یخلق ما لا تعلمون. آخر آیه میگه، سوره نحل آیه 8، میگه خداوند برای شما خر و قاطر و اسب رو ساخت برای اینکه سوار بشید و برای اینکه زینت باشه برای شما. یه وقتی اینا زینت بود دیگه، سوار اسب میشدی زینت بود، حالا هم کم و بیش هست، سوار خر میشدی زینت بود یه وقتی که مردم پیاده میرفتن. ولی فورا میگه به یخلق ما لا تعلمون، چون میدونه که خداوند به مردمی که زمان پیغمبر هستن خطاب میکنه که خدا چیزهای دیگه هم خلق میکنه، هواپیما خلق میکنه، نمیدونم ماشین خلق میکنه، کشتی خلق میکنه، بالاتر از هواپیما هم خلق خواهد شد، ما نمیدونیم، الان من شما نمیدونیم، و یخلق ما لا تعلمون، ما نمیدونیم. منظورم حواسش به همه چی هست، نمیتونی قرآن بگیری، حتی مردن. خدا میگه شما در زمین میمیرید و در زمین به دنیا میایید، نمیگه برای همیشه، چون یه روزی میاد که بشر از زمین میره بیرون، میره مریخ، میره کرات دیگه. خدا میگه تا وقت معینی در زندگی در زمین زندگی میکنید، نمیگه تا روز قیامت. میخوام ببینید یه کسی این حرفا رو میزنه به اصطلاح زبان عامیانه به تله نمیفته که از آینده خبر داشته باشه. خدا وقتی میخواد از انسان صحبت کنه میگه شما رو در زمین به وجود آوردم تا مدت معینی در زمین زندگی میکنید. حالا من نمیدونم ایلان ماسک و فلان و بهمان میخوان 1,000,000 آدم ببرن مریخ، خب میبرن، یه روزی خواهن رفت، خب در اونجا میمیره. چرا خدا گفته شما رو در زمین دفن میکنم، در زمین دوباره بیرون میارم؟ پس حرف خدا دو غلط در میاد. اگه بگه الی یوم القیامه، میگه الی یوم الدین، نه میفرماد الهین. نگاه کنید آیه رو ببینید، وقتی که انسان رو از بشر رو از بهشت بیرون میکنه، قاله به تو بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهین. شما برید، میگه برید بیرون، از پایین برید، سقوط کنید، برید پایین، شما دشمن هم دیگه هستید و در زمین شما مستقر است، جای قرار است و اساس است الهین تا وقت معینی. قال، باز الله میفرماد فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. میگه از همین زمین زنده میشید و از همین زمین شما میمیرید و ازش خارج میشید الهین تا وقت معین، نمیرید، چون ما از زمین میریم بیرون. حواس خدا به صد سوال، الان بشر نمیدونه که میره بیرون یا نمیره، ولی میره بالاخره. الان میخوام برم مثلا یه سال دیگه، دو سال دیگه میخوام برم تو ماه، ممکنه همونجا بمیره دیگه، برایشون فرصت نه چی نشه، هم تو ماه دفنش کنم، قرار پایگاه دائمی تو ماه درست بشه، میشه تا 2000 از سال دیگه میرن، 2030 پایگاه دائمی خواهیم داشت تو ماه، بشر خواهد داشت. خب مرد دیگه، نمیتونی یک ملحد بیاد دانش بر من باز کنه بخنده که ها 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 خدا گفته بود در زمین میمیرید، پیغمبر حواسش نبود که ما کرات دیگه میریم؟ بی حواسش هست. و جالبه بعض جا میگه الی یوم القیامه، مثلا به ما گفته که یهود و نصارا تا روز قیامت هستن، در این شکی نیست. علاوه بر این گفته که یهود و نصارا دائما در حال جنگ با هم هستن و بین خودشون تا روز قیامت. اون روز من یه دفعه توی که برنامه هم گفتم، برنامه داشتم اگر دیده باشید، ملحدین به ما ایراد گرفته بودن که آقا
نمیدونم اروپایی حالا گل بلبل هستن، نه مرز دارن نه هیچی، آلمان و فرانسه و انگلیس و آمریکا اینطور با هم خوبه، ما چی میگه قرارداد شنگن است و دیگه است و اصلا مرز نیست، دوستن با هم متحدن. قرآن گفته و تا روز قیامت با هم دشمنن. آقا همون روز خدای من رو زد، جنگ اوکراین شروع شد، باز بین مسیحی ها جنگ شد و جنگشون هم جنگ مذهبی است به یک معنی. پس حرف قرآن غلط در نمیاد. به ما گفتن که یهودی ها با هم دیگه خیلی متحد هستن، شما به قرآن گفته اینا بین خود دشمنی دارن و الان ما میبینیم که پارلمان اسرائیل یک کشور برایشون مسیحی ها درست کرده. آقا این جمع نمیشن، در یک سال 5 تا دولت عوض شده، 20 تا حزب دارن، یک رای بالا و پایین هستن، اینقدر با هم دلشون مختلفه، یعنی یک اکثریت مطلق نداره. اگرم اکثریت شده 5 تا حزب یک جا شدن، اکثریت شدن با یک رای. حرف قرآنه که در دل اینها خداوند بر اینها دشمنی انداخته، خدا انداخته. نگاه کنید، از کسانی گفتن که ما اول بذارید بله، از کسانی گفتن ما نصارا هستیم، باز از اونا عهد گرفتیم، عهد رو فراموش کردن. فاغرینا بینهم، نگاه کنید، فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، تا روز قیامت بگه بین نصارا ما جنگ و دعوا و بغض انداختیم و با هم دعوا دشمنی دارن. یهود الان ببین، روس و اروپا، قبلا ببین آلمان و انگلیس، بعد ببین نمیدونم انگلیس فرانسه و آمریکا، تا روز قیامت اینا باید با هم دشمنی کنن. چرا؟ برای اینکه خداوند گفته و حرف قرآن غلط نیست. و در مورد یهودی هم همینو گفته، گفته یهودی، یهود گفته که ید الله مغلوله و قالت الیهود ید الله مغلوله، یه دست گفت که دست خدا بسته است، خدا در کار دنیا دخالت نداره. و خداوند در اینجا میفرماد و الغینا بینهم، و انداختیم بین اونها العداوته والبغضاء الى يوم القيامه، تا روز قیامت میگه اینها بین خود دشمنی خواهند داشت. و ما میبینیم که یهودیا با یک کشور کوچیک است تمام دنیا بهش پول میده ها، بازم با هم متحد نیستن، همشون هم یه پاسپورت کشور دیگر دارن که تختوخی شد فلنگ ببندن بره. چرا؟ خدا گفته اینا تا روز قیامت یهود هم با هم دوست نمیشه، دروغه. و دیگه این یک آیه دیگه هم هست، در حالی که گفتم میخوام بگم چرا اینو گفتم، میخواستم بگم یعنی پیشبینی های قرآن همش درست در میاد. مثال در مورد یک آیه در اعراف سوره 167، خداوند میگه تا روز قیامت برای یهودی ها کسی رو میاریم که اینا رو عذاب کنه، قبلش هیتلر اومده بود، قبلش نمیدونم همه مسیحا اینا رو عذاب میکردن، قبلش فلان عذاب میکرد، و به فردا یکی دیگه عذابشون میکنه، چون حرف قرآن درست در میاد. حالا اروپایی ها باشون بدن، یعنی حالشون به هم میخوره از یهودی ها، منظورم از همین یهودی ها اسرائیل، ولی چاره ندارن چون اینا به اصطلاح یک نتورکی دارن، ولی به دیر یا زود آخه منفجر میشن، کمان که آلمان منفجر شد 6 میلیونشون رو کشت. من چرا اینو میگم؟ من نمیخوام بگم این مثلا کار خوب است یا بد است، کار این است که خداوند به خاطر کارهایی که میکنن برای اینا دشمن گذاشته تا روز قیامت. من حرفم این است که حرف قرآن درست در میاد، نمیخوام از کار هیتلر تعریف کنم یا چی. خب حالا از این برنامه بریم و دو تا بیننده، یک بیننده که ما همیشه حرفای کسایی رو پخش میکنیم که با ما مخالفت میکنن، به دلیل اینکه حرف مخالف باید پخش کنیم به شرطی که فوش نده، فوشش هم ما میشنویم ولی ارزش داشته باشه که جواب بدیم. آقای رامین نمیدونم اسپریال میگه که با درود خدمت متعصبان عزیز، منظورش ماست، ما در مورد جفت گفتن چیزا در ما هفته قبل گفته بودیم در برنامه قبل، میگه اکثر مواردی که فرمودید مخصوصا در بحث درباره جفت و درباره گسترش زمین و مریخ با اشتباه یا توجیه برداشت بسیار سطحی از مفهومی است که سعی در اثباتش دارید. ما گفتیم مریخ رو که چه فرقی با زمین داره، شما باید میگفتید کجاش اشتباه است. میگه متاسفانه با کسی که پذیرفته برای یک دگمه حتما کت شلوار بدوزد نمیشود بحث منطقی کرد. خیلی مثال جالبی است، میگه شما اول میگه کت شلوار به خاطر این دوخته شده که یک دگمه وجود داشته، این شما میگید که فرگشت، ما نمیگیم، ولی مثال جالبی بود. حالا ببینیم از منظور چی، آخه دعوای تو با ما چیه؟ وقتی نمیپذیرید که بیش از 18 گونه جانور و گیاهی که تاکنون شناخته شده و جفت نیستن ناقص آیه جفت بودن همه چیز است، پس از پایه نمیشود روی منطقی شدن شما حساب کرد. من میپذیرم که 18 گونه جانور و گیاهی که تاکنون شناخته شدن جفت نیستن، من میپذیرم. چرا نمیپذیرم؟ من میپذیرم. پس بس کن. باز حالا مثالش ببینید، من بزرگ کردم مثالشو. وقتی مثلا من میگویم همه گوسفندان سفید هستند و شما تعداد قهوه‌ای و سیاه نشانم بدهید،
برای اینکه من روی تعصب و ناآگاهی خودم پافشاری کنم توجیه میکنم که نه، شما استخوان سفید رو ببین، سفید استخوان گوسفند رو ببین، سفید از منظورم استخوانش بوده. چنین چیزی نیست، این مثال شما غلطه، این مثال شما غلطه. من باز حرفش تا آخر پخش کنیم. میگه حالا خلاصه دیوار حاشای توجیه در ادیان بزرگ است، بلند است. در ضمن بدترین خصوصیت اسلام این است که برچسب میزنه. مثلا شما به هر کسی که با شما نیست میگید ملحد، خب چی بگیم دیگه؟ شما بگید که ما به شما چی بگیم. خب حالا بریم به چیزی که من گفتم، ببینیم آیا با مثال شما گوسفند و استخوان است. من از شما سوال میکنم، این آیه رد 16 الله میفرماد قل الله خالق کل شی و هو الواحد القهار، خدا خالق کل شی است. منظورش چیه؟ منظورش این است که خدا خالق گوسفند است، خالق موجودات زنده است، خالق کوه مثلا نیست. منظورش اینه؟ منظورش این است که خالق آب نیست، خالق زمین نیست، خالق آسمان نیست، خالق ابر نیست. از شما میپرسم، اگر خدا گفته بود که من همه موجودات زنده رو جفت آفریدم، حرف شما درست بود؟ خدا که میگه من خالق کل شی هستم و همه چیزو، همین کل شی دوباره در این اومده. نگاه کنید همین آیه ای که ما میگیم و من کل شیء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون، ما هر چیز رو جفت آفریدیم. نگفت فقط گوسفند و موجودات زنده که من دبه در بیارم. خدا گفته ما هر چیز رو جفت آفریدیم، یعنی این کله من نیست، این جفت آفریده شده. به حسابی که اگر موجود زنده باشه معنیش اینجوری میشه دیگه. یعنی ابر جفت آفریده شده، یعنی لباس جفت آفریده شده، یعنی سنگ جفت آفریده شده. معنی آیه اینو میگه. شما آوردی تو گوسفند خلاصش کردی، تو موجود زنده خلاصه کردی، تو کرم خلاصه کردی. آیه دوباره نگاه کنید، این کلشه معنیش چی؟ آقا وقتی من میگم خدا خالق کلشه است، بیارید، یعنی اینکه خدا خالق سنگ نیست؟ آیا خدا خالق سنگ نیست؟ هست. پس وقتی خدا میگه از هر چیز جفت آفریدی، منظوری سنگم هست. هست یا نه؟ و وقتی که ما اومدیم دیدیم، عرضم به حضور شما که میکروسکوپ کشف شد و شما اومدی 18 گونه کرم رو کشف کردی که به اصطلاح جفت ندارن، ما با همون میکروسکوپ الکترونیکی کشف کردیم که اتم است که اون کرم ازش ساخته شده و اون جفت داره، هر اتمی. و گفتیم اونو دیدی؟ اینم ببین دیگه، چرا اینو نمیبینی؟ حرف بدی زدیم. و باز به شما گفتیم که منظور خدا فقط کرم نیست، فقط گوسفند نیست، همه چیز. آیه اینو میگه کل شی، و گفت کل حی، کل موجودات الحی. واضحه دیگه، این که واضحه. شما باید یه سوال جواب بده، من چرا حرف غلطی زدم؟ خدا میگه کل شی، حالا باید بریم جوابش پیدا کنیم. جواب امروز اینه که هر چیزی. یک بیننده دیگه، حالا نمیدونم بخواست مخالفت کنه، آقای مهرداد کریمی میگه نوترون هم زیر اتمی هستش اما بار نداره، هر اتمی از مثبت به منفی به بدون بار تشکیل شده. میگه شما گفته بودی که آقا هر چیز جفته. خب نوترون که چون تو اتم ما میدونیم که به اصطلاح الکترون است، پروتون است، نوترون است، یکی مثبته یکی منفی. نوترون اصلا بار نداره. گفته اینی چی میگه آقا؟ اینکه نه زوج، نه منفی، نه مثبته. این که سومیه. آقا نوترون از چی درست شده؟ برو جلو دیگه. همینطور تا یه روزی میگفتید که اتم نمیدونم قابل تقسیم نیست، حالا میگید اتم قابل تقسیمه. نوترون از چی درست شده؟ بیا من برای شما بگم نوترون از چی درست شده. اینا نوترون یک ذره هسته ای اتم با بار الکتریکی خونسا هستش. خب اما خود همین نوترون ببینید، ببخشید اجازه بدید، از کوارک درست شده و کوارک هم مثبت و منفی خونسا داره. از کوارک درست شده، یعنی خود نوترون هم جفته، با اینکه خونساست ولی جفته. حالا همین کوارک هم اگه بشر خواهد جهت کوارک هم که ندیده، نظریه است، از این جلوتر بره آخرش به کجا میرسه؟ از اون ور تو کهکشان ها به نهایت نمیرسی، از این ورم به نهایت نمیرسی. کوارک هم برو فردا بگرد 10 سال دیگه کوارک هم باز کن، بازم جفت میشه، چون خدا هر چیز جفت آفریده. پس نوترون، ایراد شما در نوترون هم غلطه، به دلیل اینکه نوترون هم از کوارک درست شده. و عرض بوزو این یه چیز دیگه هم دیدم، بذارید اینو برای شما بیارم که یه ذره بنیادی جدید کشف شده، اجازه بدید اگه بتونم پیداش کنم، حالا دیگه رفت، که اونم میگه که به اصطلاح چی است؟ عرض به حضور شما جفته،
منظور این است که خداوند هر چیز رو جفت آفریده، در این هیچ شکی نیست. بله، پس خلاصه ای صحبت در این باره این دو بیننده عزیز که خدا اولا گفته هر چیز جفته، نگفته فقط موجودات زنده که تو امروز بیای عرشی می دوست بدوی که من یافتم آقا دو تا موجود زنده داریم که جفت نیست. باید بگردیم این معنی خدا، معنی آیه چی است. وقتی میگه کل شی جفت، ما میدونیم که هر چیز جفت نیست. هر چیز جفت نیست دیگه، ما که به اون معنی که شما میگیری مثل سنگ، کوه مثلا البرز جفت دیگه داره نداره که. لذا مجبوریم ببینیم که دیگه معنی چی داره. همین میکروسکوپ الکترونیکی به ما گفته که آقا اتمی، این همین چیزا ماده از اتم ساخته شده و اتم جفته. باز میگه اتم نمیدونم از کوارکا ساخته شده، نوترون و پروتون اینا هم از کوارکا ساخته شده، اونم جفته. فردا از مارک هم پیدا کنید که بعدن کشف خواهد شد، حالا هر چی که هست اونم جفت خواهد بود. چرا؟ خداوند فرموده هر چیز رو از جفت آفریدیم. البته در مورد موجودات زنده گفته که هر موجود زنده رو از آب آفریدیم. اون وقت شما پیدا کنید موجود زنده که از آب نباشه، اون وقت حرف درسته. خداوند دقیق میفرماد، گفته کل شی رو ما جفت آفریدیم، نگفته گوسفند رو که تو میری تو استخون گوسفند. لذا این شما هستی که روی عقیده خودت لجبازی میکنی، ما حرفت رو پخش میکنیم و جواب میدیم و آن را که حساب پاک است از محاسبه باک نیست. الله حافظ و نگهدار شما. أشهد أن